سلام بعد از مدت ها فرصت شد تا ویدیو آموزشی براتون بذارم اول توضیح بدم یا دو تا تو توضیح دیگه اینکه میپرسن که چرا با آموزشی نمیذاری یه نکته توجه کنید من تمام تکنیک هایی که تو تار بلد بودم و آموزش دادم یعنی هیچ چیزی وجود نداره که من در تار بزنم و نگفته باشم فقط به ویدیو نیست فقط به این که من یه چیزی بگم یا دوست من چیزی بگه نیست شما باید برید تمرین کنید باید بزنیدشون اونا رو خیلی هم مثلا میگن ریزو بگو دور راب رو بگو تکیه رو بگو تریل رو بگو خب من اینا رو گفتم بعد این پیج من که دو هزار تا پست نداره پست کمی داره یه ذره بگردید پیدا میکنید میگم همه چی رو گفتم تکنیک ها رو فقط یه سری مبانی هنر رو اینها دوست داشتم بگم ام. چند باری هم شروع کردم ولی خب خوشبختانه دوستان دیگه ای هم ادامه میدن کار میکنن و یک سال و هشت ماه پیش که من اومدم اولین ویدیو آموزشی گذاشتم در پیجم مثل الان نبود الان یه جوری شده که شما وقتی اینستاگرام باز میکنی بعد بگردی ببینی لابلای ویدیو آموزشی ویدیو غیر آموزشی هم میتونی می پیدا کنی یا نه؟ و این خیلی خوبه این بسیار خوبه شما با نگارش مدرسین موزیسین ها نوازنده ها آشنا میشید و برای من باعث خوشحالیه زمینی که من چند تا مبحث درباره ردیف شروع کردم خب دوستان ادامه دادن شروع کردن یا در رابطه با تحصیلات شعر تو موسیقی که باز دوستان دیگری پیش رو گرفتن و واقعا نیاز نیست که من همه چیزا رو بخوام خودم بگم خوشبختانه بسیاری آدم های صالح تر از من وجود دارن برای این کار من در حد بذارتم رو دوست دارم بگم بازم بهتون امروز میخوام درباره تقویت گوش یه تمرین بهتون بگم ببینید چند بار تا حالا گفتم مهمترین موضوع برای هر نوازنده گوشه یعنی شما گوش قوی داشته باشید همه چی حل تمرین که هیچ تمرین که با فرض اینکه بسیار زیاد تمرین میکنید راستی من یه ویدیو هم در باره هدف من تمرین کردن میخوام بذارم قولش رو میدم حتما میذارم چون خیلی زیاد از من میپرسید میخوام درباره اینکه یه تمرین بهتون بگم که گوشتون رو با این شکل تقویت کنید ببینید مثلا شما یه آهنگی رو میزنید در مایه مثلا اصفهان میزنید این الان اسفهان دوه ما اصفهان دیگری داریم مثلا اصفهان سل باز هم داریم ما حالا اصفهان سل اسفهان سل با اسفهان دو نوتاش که یکی نیست دیگه پرده هم یکی نیست فواصلش یکیه و گوش هم با همین فواصل کار داره گوش کنید ادامهش از اسفهان دو میزنم حالا اصفهان سول میگه ببینید نه این آهنگ منظورم نیست هر آهنگی یا هم مثلا موقع سر شما تو ماهور دو میزنید اونو ببرید تو ماهور فا بزنید خب نه اینکه نوتشو داشته باشید نه اینکه معلمتون بهتون بگه نه موقع سهر شروع کردید ادا میزنیدش تا آخر و از اینکه یاد گرفتید کامل بلد بودید بیاد از اینجا پیدا شوید و تا آخرش برید جلو اینجا شما چی دارید؟ فواصل دارید او میگه سل دو 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 این میگه دو فا 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 پس نتامون که یکی نیست به مال و اینها و هم حالا به فراخور هر دستگاه یکی نخواهد بود ولی درجات یکیه حالا بعدا درباره درجات شد توضیح بهتون میدم تمرین کنید دوستان هزار و یک نکته هم بلد باشید ده هزار تو ویدیو آموزشی هم ببینید باید تمرین کنید الان من این ستار رو وقتی میگیرم دستم در حد بزاعت میتونم بزنم کافی اینو اینجوری بگیرم دستم خب باور کنید نمیتونم اصلا الان همین الان هم میخوام بزنم حتی نمیتونم اینو رو این دسته بگیرمش چرا؟ چون تمرینی نداشتم روش دستم که فلج نیست کار میکنه چرا, نت... چرا نمیتونم بزنم چون تمرینی روش ندارم بلدشم هم هستم و میدونم اما قواعد میدونم و نمیتونم بزنم چون بلد نیستم یه نینوازی که نی این بر میذاره یا این بر. بگید برعکس بذار بزن امکان نداره بتونه 100 درصد آنچه که این میذاره رو بزنه چون تمرین نداره رو این بر. تمرین خیلی موضوع مهمیه و 99 درصد تمرین یه درصدم چیزهایی که کسب میکنید آموزش میبینید شما اون یک درصد رو به اون 99 درصد میخواید جذبش کنید و کسبش کنید موفق باشید